باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که پس از وقایع اخیر در اوکراین و اعلام زمیمه شدن کریمه به روسیه در حمایت از متحدانش به اروپا سفر کرده بود ضمن تاکید بر تعهدش در تامین گاز طبیعی مورد نیاز اروپا توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا نیز امضا کرد آقای اوباما طی سخنانی در بروکسل گفت اروپا در مجموع نیاز دارد که به بررسی آنچه که روی داده بپردازد. در سیاست های بخش انرژی باید به دنبال روش های دیگری بود تا بتوان منابع متنوع و امنیت انرژی را به دست آورد. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک منبع غنی انرژی یکی از این امکانات است. سیاست کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه چند سالی است که آغاز شده و اکنون قاره اروپا به دنبال جایگزین کردن روسیه با کشورهای همچون نروژ، الجزایر و قطر است. اتحادیه اروپا در مجموع 40 درصد از گاز وارداتی و 20 درصد از نفت خود را رو از روسیه تامین میکند. میزان این وابستگی در کشورهای مختلف این قاره متفاوت است. به طور مثال میزان وابستگی فنلاند، بلغارستان و اسلوواکی 100 درصد، لهستان، جمهوری چک، مجارستان، یونان و اتریش 80 درصد و فرانسه، ایتالیا و آلمان تنها به میزان 20 تا 40 درصد است. اروپا هنوز هم بحران گاز سال 2009 میلادی را که به علت اختلاف میان روسیه و اوکراین به وجود آمد به یاد دارد. در آن سال شرکت روسی گازپروم ارسال گاز به اوکراین را متوقف کرد و به این ترتیب بخشهایی از اروپای شرقی و مرکزی که گازشان از مسیر اوکراین تأمین میشد، زمستانی بسیار سرتر از دیگر سالها را تجربه کردند. هم اتحادیه اروپا و هم روسیه برای انتقال گاز به خط لوله‌های ثابتی که پیش از این تهیه شده بود وابسته هستند. به منظور بهبود امنیت انرژی اروپا طرحهایی برای تنوع بخشیدن به راههای تامین انرژی تهیه کرده مثل ساخت خط لوله جریان شمال برای انتقال مستقیم گاز از سیبری به اروپا این خط لوله اوکراین را دور میزند و از طریق دریای بالتیک گاز را به اروپا میرساند دو خط لوله دیگر هنوز در حال ساخت هستند. یکی از آنها خط لوله جریان جنوبی است که از روسیه و از طریق دریای سیاه به اروپای شرقی می رسد و دیگری خط لوله نوبکو است که آذربایجان و آسیای مرکزی را به اروپا متصل می کند. اروپا همچنین در صدد ساخت پایانه های گاز بیشتری است تا امکان حمل و نقل انرژی از طریق دریا را میسر سازد.